فهمیدم که دنبال یک گردن برای تنابشون می گردند. اگه من اعدام شدم همه بدونن که تو قرن بیست و یکم با این همه هزینه و سازکارهای حقوق بشری و سازمان ملل و شورای امنیت و غیره یک انسان بیگناه در حالی که با تمام توانش تلاش کرد و جنگید تا صداش رو بشنوند اعدام شد. همیهنانه داغ دارم. نوید فرزند همه ما برادر همه ما دوست و همشهری و یار همه ایرانیانی بود که بغضشان را در خیابان فریاد کرد به مادر و خانواده نوید میگویم شما تنها نیستید من نیز امروز فرزندی را از دست دادم هر آنکه دل در گروی ایران و رهایی ایران دارد ازادار نوید افکاری است پهلوان نوید دوشا دوش هزار یار قهرمانش در خیابان با شهامت و آگاهی در برابر اهریمن تا دندان مسلح ایستاد صدای او صدای ایران بود و گناه نابخشودنیش آرزوی فردایی بهتر برای کودکان سرزمینمان رویای نوید پایان تبعیض تحقیر ظلم و فساد بود بازگشت عظمت ایران و ایمان به فردایی متفاوت از امروز سران حکومت اسلامی بدانند که با قتل و دفن شبانه جوانی بیگناه و محروم کردن مادر دردمندش از آخرین ملاقات صدای اعتراض ملتی به تنگ آمده را خاموش نخواهند کرد از هر نوید برخاک افتاده هزاران نوید در هر کوی و برزن این سرزمین مقدس خواهند روید تاریخ اما گواه پیروزی عشق بر نفرت نور بر تاریکی و زندگی بر مرگ است نوید ما زنده است چرا که قلب میلیونها جوان ایرانی هم برای آزادی و عظمت ایران میتپد نوید زنده است چرا که ایران زنده است ایران و ایرانی تا ابد وامدار شجاعت قهرمانانه شریفترین فرزندان خود نوید و نویدها خواهد بود نوید به خیابان آمد تا ایران بماند ایران خواهد ماند چرا که راهش ادامه دارد جاودان باد نام قهرمانان رهایی ایران